اما در سوی دیگر جهان اجلاس سران کشورهای عضو بریکس امروز در جوهانسبورگ شروع به کار کرده. این اجلاس ممکنه نقطه شروعی برای توسعه این گروه اقتصادی باشه که میخواد جنوب جهانی رو در برابر کشورهای شمال قرار بده. اما با توجه به جنگ روسیه علیه اوکراین و تحریم‌ها، چالش‌های تازه‌ای در برابر بریکس که ایران هم داوطلب پیوستن بهش شده پیش اومده. بریکس یک گروه اقتصادی از این 5 کشور جهانه که پرچماشون رو اینجا میبینین: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. این کشورها این بلوک رو برای رقابت با گروه 20 یا G20 تشکیل دادن و تا الان 20 کشور دیگه از جمله ایران و عربستان سعودی داوطلب پیوستن به اون شدن، هرچند که گفته شده 20 کشور دیگه هم تمایل دارن که در اون عضو بشن. این 5 کشور جهان از نظر رشد اقتصادی تا چند سال پیش وضع بهتری داشتن و از نظر جمعیت و مساحت هم اهمیت زیادی توی اقتصاد جهان دارن. کشورهای بریکس 28% اقتصاد جهان رو در اختیار داشتن، اما با جنگ روسیه علیه اوکراین و تحریم‌های غرب اقتصاد روسیه به شدت تضعیف شده. اینم نمودار رشد اقتصادی این کشورهاست. رشد اقتصادی برزیل و آفریقای جنوبی 0.1% و فقط هند و چینن که رشد اقتصادی بالاتری دارن. توی این نمودار رشد اقتصاد بریکس در مقایسه با رقباش، یعنی اتحادیه اروپا، گروه 7 و گروه 20 رو می‌بینیم. همونطور که می‌بینین رشدش در مقایسه با اتحادیه اروپا بیشتره، ولی هنوز به پای دو بلوک اقتصادی دیگه نرسیده. اینم نقشه کشورهای عضو بریکس و کشورهای داوطلب عضویت. با اینکه رشد اقتصادی بعضی از کشورهای داوطلب مثل عربستان سعودی و امارات خوبه، ولی بقیه کشورهای داوطلب مثل ونزوئلا و ایران وضعیت خوبی ندارن. اگه اونا به این گروه اضافه بشن، جمعیت کشورهای بریکس به 58% کل جهان میرسه و سهمش از تولید ناخالص ملی به 34%، یعنی 2 برابر اتحادیه اروپا. با این حال یکی از چالش‌های پیش روی بریکس اینه که چین و روسیه اعضای اصلی اون هستن. وضعیت روسیه به دلیل جنگ علیه اوکراین بسیار متزلزله و چین هم به دنبال سلطه‌جویی اقتصادیش با بدبینی روبرو شده. همین الان 69% اقتصاد بریکس در دست چینه. یه نظرسنجی نشون میده که در خود کشورهای بریکس هم چین محبوبیتش رو از دست داده و در هندوستان میزان عدم محبوبیتش از 46 به 67% رسیده. اعتقاد من رهبر چین برخی از سیاست‌ها و مواضع این کشور را در نشست سران مطرح می‌کند و یک بار دیگر روشن می‌کند که چین نه تنها بزرگترین کشور در حال توسعه جهان است، بلکه عضوی مؤثر از جنوب جهانی است. با این حال بریکس میتونه نقش مهمی در اقتصاد جهان داشته باشه. بانک بریکس که با سرمایه 33 میلیارد دلاری شروع به کار کرده، برای وام دادن به کشورهای در حال توسعه و پروژه‌های بزرگ فعالیت میکنه. همینطور داره درباره یک ارز مشترک بین کشورهای عضو کار میکنه. این کشورها از نظر ذخایر طبیعی، نیروی کار و هزینه پایین تولید میتونن رقیبی برای بلوک‌های اقتصادی غرب به شمار بیان، یا اون جوری که خودشون بهش میگن بلوکی از جنوب جهانی رو در برابر غرب ایجاد کنند.